درود به شما دوستان خوب همراهان دویچ پرزیش تیوی بعضی دوستان در کامنت ها پرسیده بودن که فرق بین وان و وین چی هستش در زبان آلمانی در این درس با هم گرامرش رو یاد میگیریم و میبینیم که چطوری میتونیم ازش تو جملات استفاده کنیم خیلی شبیه همدیگه هستن خیلی ها اشتباهن جای همدیگه استفاده میکنن ولی معنیاشون با همدیگه متفاوته درس های گرامر آلمانی رو از سطح مبتدی تا پیشرفته میتونید در سایت deutschperzish.tv.com به صورت دست بندی شده و سطح بندی شده مشاهده بکنید. خب یعنی چی وان یعنی چی وان به معنی وخ... چه وقت هستش یعنی شما در حالت سوالی استفاده میشه یک وف خاگه هستش یعنی سوالی که با و شروع میشه اولش و به معنی کی چه وقت چه موقع هستش جواب وان همیشه یک زمان مشخصه به طور مثال من میگم که تو کی منو ملاقات میکنی؟ یعنی کی میای به دیدن من؟ وان به زوخست و میش وان دو میش؟ وان دو میش؟ یعنی چه موقعی میای به ملاقات من؟ کی میای به من سر بزنی منو ببینیم؟ حالا طرف در جواب مثلا میگه که ایش کام ایش به دیش موگن ایش بهزوخت ایش ام مونتاگ یا ایش کم ام زامساگ فو بای که جوابش یک زمان هستش ولی وین یک جمله شرطی میسازه ون یعنی اگر اگر تو بیای به ملاقات من یعنی اگر بیای لطفا لپتاپت هم با خودت بیار وندوم ایش بزوخست برینگ بیت داینن لاپتاپ میت wenn به mich besuchst, bring bitte deinen Laptop mit. یعنی اگر به ملاقات من اومدی لپتاپت هم با خودت بیار یعنی این آوردن لپتاپ در اصل منوط به این هستش که به این برمیگرده که تو بیای به ملاقات من درسته پس میبینید که جمله شرطی شد هر موقع ون تو جمله بود فعل رو میفرسته آخر جمله چون نی ون نبنزات تشکیل میده الان من جای هابزات و نبنزات رو برعکس نوشتم درسته میتونستم با هابزات شروع بکنم میگفتم که برنگ بیت دان لپتاپ میت بعد یه کما میذاشتم ون میش بزوخست درست نمیتونستم اینجا بگم وان دومیش میش بزوخست چون اصلا معنیش فرق میکنه مثال بعدی طرف از من میپرسه که وان کومس تو ویدا نخوز تورک وان کمس تو ویدا نخوز ترک. کی برمیگردی به خانه چه موقعی تو دوباره به خانه برمیگردی یا دوباره میای خونه منظوره خب میگه چه موقع حالا من تو جوابش میگم که ich komme zurück wenn ich mit der arbeit fertig bin ich komme zurück wenn ich یعنی من برمیگردم یا میام یعنی برمیگردم در از منظور همون به خانه اگر کارم تموم بشه پس یعنی چه؟ یعنی اومدن به خونه شرطش اینه که من اول کارم رو تموم بکنم و بعدش میام به خونه میبینید که ون اومده فل که زاین هست صرف شده شده بین رفته ته جمله نشسته فرقش رو میبینید دوستان در اصل یک حرفه ولی معنیش کاملا با هم دیگه متفاوت میشه تو مثال بعد میپرسم که کی امتحان برگزار میشه وند فیندت دی پروفونگ Wann یعنی برگزار شدن. فعلش در سطح b هستش. میگم چه زمانی امتحان برگزار میشه یا آزمون برگزار میشه؟ چون وان هست، حالت سوالی هست، میخواد بدون کی، چه وقت، چه موقع، جوابش یک زمانه. تو جواب نوشم اوبا او یعنی پس فردا. فردا نه پس فردا. اوبا ماغن یعنی فردا، او با ماغن یعنی پس فردا حالا بهش شما یه پیشنهاد بدم میگم که اگر میخوای ما میتونیم با همدیگه برای امتحان درس بخونیم اگر تو دلت میخواد یا اگر میخوای ما میتونیم با همدیگه برای امتحان درس بخونیم یاد بگیریم خب من نمیتونستم در اینجا بگم وان دو البته میشد ولی معنیش عوض میشد اگر میگفتم وان دو یعنی هر موقعی که دلت میخواد هر زمانی که دلت میخواد ما میتونیم با همدیگه برای امتحان یاد بگیریم ولی ممکن میگم وان دو بیلست یعنی اگر دلت میخواد مثال بعد وان فنگم wir mit der Übung آن وان فنگم wir mit der آن چه زمانی ما با تم درست تمرین رو شروع میکنیم آغاز میکنیم حالا اوبونگ میتونه هرچی باشه میتونه تمرین موسیقی باشه تمرین ریاضی باشه تمرین ورزشی باشه یا هر چیز دیگه اوبونگ یعنی تمرین فعلمون چیه؟ انفنگن انفنگن فعل جدا شدنیه به معنای آغاز کردن و یا شروع کردن هستش همیشه با پریپوزیسیون میت میاد میت اتفاس همیشه هست سعی کنید دوستان تمام فعل ها رو با حرف ربط صحیحشون یاد بگیرید کاریه که ما تو درس انجام دادیم توی فعل ها در قسمت وربن در سایت میتونید تمام فعل های مهم آلمانی رو از سطح آینس آتسوای تا به اتفایس انس یاد بگیرید خصنش اینه که ما اونجا تمام فعل ها رو با پریپوزیسیون ها و یا همون حرف ربطش کار کردیم در قالب کلی جمله کاربردی که قشنگ فلها براتون جا بیفته و فقط لغت حفظ کردن نیست که هیچ فایده هم در عمل نداره موکه شما فقط بشین لغت حفظ کنید نمیدونید دیگه چجوری بسی ازش استفاده کنید درسته ولی موقع جملات کاربردی یاد بگیرید میتونید اونا رو حفظ بکنید و تو زندگی روزمره ازش استفاده بکنید وان فنگیم میده آن چه زمانی شروع میکنیم به تمرین؟ تو جواب میگم که وند یوناس دا است فنگم ویر می اوبونگ آن وند یوناس دا است فنگم ویر می اوبونگ آن یعنی اگر یوناس بیاد اینجا باشه ما اوبونگ رو تمرین رو شروع میکنیم تو زبان آمیانه قبل از اسم آرتیکل میگن تو زبان آمیانه هست دوستان تو امتحان ننویسید یه موقع نمره از دست میدید میبینید که من اینجا دیر رو چون یوناس اسم پسره آرتیکل دیش رو نوشتم چون تو گفتاری خیلی استفاده میشه بین آلمانی زبان ها ولی در نوشتاری اشتباه چون اسم ها آرتیکل نمیگیرن تو زبان آلمانی ولی برای, برای احترام میتونید شما ما که یکی رو صدا میکنید یا میخواید بگید فلان کس در اصل آرتیکلش رو بگید مثلا میگم که ون یوناس دا میتونستم میگم ون یوناس دا ایست. اون هم کاملا درسته هیچ بی احترامی نیست هوخ دویچه ولی میخوان یه ذره احترام بزنم به طرف میگن وند یوناس دا است و یا مثلا اگر دختر بود میگفتن وندی یولیا دا است یا وندی آنا دا است خب این نکته در از کاربردی است که تو زندگی روزمره میتونید ازش استفاده کنید مثال بعدی mir sagen wann der Bus بوس کومت Sie mir sagen wann بوس kommt میتونید لطفاً به من بگید که اتوبوس کی میاد Er kommt in 20 Minuten. Er kommt in 20 Minuten. U und er, Barbara, gehörte der Bus. kommt in 20 Minuten. Da bist du remiot. Ich nehme an, du bist redi remiot, wenn er nicht verspätet. Ayodoros Saras wählt reflexiv, wenn er sich nicht verspätet. Ayodoros Saras wählt wenn er sich nicht verspätet. Ayodoros Saras wählt reflexiv, wenn er sich nicht verspätet. به دو تا مثال دقت بکنید دوستان میگم که تو میتونی به من زنگ بزنی هر موقعی که دلت خواست یا هر موقعی که خواستی دو کانس میش انروفن وان ایما دو, دو میش انروفن وان ایما دو بلست. تو میتونی به من زنگ بزنی هر موقعی که خواستی هر موقعی که دلت خواست وان ایما یعنی هر موقع حالا تو جمله بعد میخوام بگم که تو میتونی به من زنگ بزنی اگر خواستی میبینید معنیش با هم دیگه فرق میکنه یکی زمانه یکی جمله شرطی دو کانس میش انروفن دو بیلست تو میتونی به من زنگ بزنی اگر خواستی یا اگر منظور که اگر دلت خواست خب تو مثال بعد میگم که این هم تقریبا مثل مثال بالاست ولی یه جمله دیگه است دو دارفس ماین هندی بنوتسن وان دو مشتست Du darfst mein Handy benutzen, wann du تو اجازه داری از موبایل من استفاده کنی هر موقعی که تمایل داشتی. و یا به همین شکل میتونم بگم که دو kannst mein Fahrrad benutzen, wenn du möchtest. Du kannst mein Fahrrad benutzen, wenn تو میتونی از دوچرخم استفاده کنی اگر تمایل داشتی، اگر میل داشتی. میبینید که معنیمون تغییر میکنه حالا با عنوان تمرین شما میتونید جواب این سوال رو در کامنت بنویسید تو جمله اول میخوام بگم که کی تو تعطیلات داری کی مرخصی داری کی اولاب داری هاست اولاب قسمت اولش رو شما باید بنویسید و تو جمله بعد میگم که اگر همکارم از اولاب برگشت من میرم به مسافرت یعنی منظور که تعطیلات من شروع میشه و من میرم به سفر جای خالی رو میتونید پر کنید و در کامنت بنویسید امیدوارم از این درس لذت برده باشین این درس بنا به خواسته دوستانی بود که در کامنت ها نوشته بودن شما هم اگر درسی رو میخواهید راجبش بهتر یاد بگیرید یا بیشتر بدونید میتونید در کامنت ها در سایت در زیر ویدیو بنویسید من سعی میکنم درس هایی که شما دوست دارید و براتون آماده بکنم تا درس های آینده خدا نگهدار دوستان